سلام، به مبحث درک کوتاهی قسمت هفتم خوش اومدین. در این ویدیو میخوایم بریم سراغ مو، جنس مو، افتادگی مو، ایستادگی مو، پیچش مو، خواب مو، حجم مو، وزن مو. اگر هنوز مشترک کانال نشدید، اون دگمه قرمز رنگ سابسکرایب رو بزنید، عضو کانال بشید، زنگوله کنارش هم بزنید که به محض اینکه ویدیوی جدیدی گذاشتم برای شما بالا بیاد و شما مطلع بشید. خب، مو، جنس مو، افتادگی مو، ایستادگی مو، پیچش مو، خواب مو، حجم مو، وزن مو، تمام اینا همشون مبحث بزرگیه به اسم فال اند موومنت، یعنی افتادگی و پیچش مو. اوکی؟ توی کوتاهی خانوما خیلی بیشتر این کلمه معنی میده و توی کوتاهی آقایون کمتر. یعنی توی کوتاهی آقایون زیاد بحث فال اند موومنت نیست، بیشتر بحث استند موه، یعنی ایستادگی مو. اوکی؟ حالا توان ایستادگی مو به خیلی چیزا بستگی داره. بیا با هم دیگه مو رو بشکافیم، سیستم فیزیکی مو رو بشکافیم. این که خاصیت شیمیایی مو مثلا لایه لایه داخل فلانه، از داخل میانی درما، ما نمیخوایم وارد این بحثا بشیم، چون اینا برای کار با مواد، برای کار با رنگ و این چیزاست. من فیزیک مو رو میخوام بگم، با فیزیک مو کار داریم. اوکی؟ من میخوام بگم اون مو داخل حالت فیزیکی وقتی من کوتاه میکنم چطوری وای میسه. من میخوام بهتون بگم چطوری موهای سوزنی رو از موهای فر تشخیص بدیم. من میخوام آموزش بدم یه مو رو چقدر کوتاه کنیم تا اون چیزی رو که من و ما میخوایم بیسته. اوکی؟ بریم سراغ شناخت فیزیکی مو. آقایون، خانما، موهای ما از موی صاف شکلش تا موی فر از حالت دایره تا حالت کمربندی تغییر میکنه. نمیدونم جنس موهات چیه. خب اگر موهاتو یه دونه تارمو رو بگیری ببری و اینجوری بهش نگاه کنی، اگر موهای شما هر چقدر فرتره شکلش بیزیتره و هر چقدر صافتره شکلش گردتره. به خاطر همینه به موهای صافت و کلفت میگن سوزنی، چون مثل سوزن گرده. خب و موهای فر میگن تلفنی. سیم تلفن فرفریه و خود سیم تلفن مثل کمربنده. دیدین سیم تلفن؟ مو هر چقدر فرتر میشه شکلش اینجوریه، خب کمربندی تره. خب و هر چقدر صافتر باشه شکلش اینجوریه، گردتره. اوکی؟ موهای صاف صاف رو بهش میگن چی؟ استرایت، یعنی صاف. اوکی؟ و موهای فر یعنی انتهای فر ریز بهش میگن وری کورلی، یعنی فر ریز. اوکی؟ خب این یه ذره بیزی تر میشه، میشه موهای موجدار یا ویوی. بحث مجعد رو از سر بنداز بیرون. موهای مجعد رو ما داریم بهش ضربه میزنیم، میگیم آخه طرف موهاش نازکه، آخه طرف موهاش مجعده، این اصلا خوب نیست. مو رو تو باید بشناسی، تو آرایشگری، تو مو رو باید بشناسی. تو اگر مو نیاز داره درمان کنی باید درمانش کنی، اگر تقویت نیاز داره باید تقویتش کنی، و اگر هیچ کدوم نیاز نداره مجعده. بذار بهت بگم مجعد یعنی چی. میدونی مجعد یعنی چی؟ مجعد یعنی این که مو وقتی صاف بشه قدش بلندتره، وقتی صاف نباشه قدش کوتاه‌تره. این یعنی مجعد. جد از اینجا میاد، درست شد؟
شما داری به موهای دمیده شده و ضربه خورده میگی مجعد. نه، مو اگر مجعد باشه جمعه، وقتی صاف میشه کشیده تر به نظر میرسه. درست شد؟ مثلا موی فرریز وقتی سشوارش میکنی خیلی بلند به موی بلند به تحویل میده. درست شد؟ این یعنی جعدش بیشتره. خب اینم خیلی، اینم موی خیلی موج داره که این تقریبا خیلی بیزیه. اوکی؟ خیلی بیزیه، میشه very wavy، یعنی خیلی موجدار. اوکی؟ و موی داریم که تقریبا تا بیاد شبیه کمربند بشه شبیه لوبیا میشه. به این موها میگن کورلی، یعنی فر. درشتی فرش اندازه دور انگشته و فر وری کورلی، فر خیلی ریزه. اوکی؟ موهای وری کورلی میدونی موهای کدوم هاست؟ اونایی که داخل اینستاگرام دیدی سرشونه یا اینجوری موهاش بزنن یا اینجوری زدن، این یا حالت اینجوری زدن موهاشو. وری کورلی فر خیلی ریزه، مثل موی آفریقایی ها. اینا همه جنس مو هستن که گفتم. بریم سراغ ضخامت مو. ما سه تا جنس مو داریم: جنس مو نازک، جنس مو متوسط و جنس مو کلفت. برای اینکه بهتر متوجه بشیم یه دونه مثال برای آرایشگر آقا میزنم، یه مثالم برای آرایشگر خانم میزنم. آقای آرایشگر، اگر شما یه مشتری داشته باشی که جنس موی صاف داشته باشه و این موها کلفت باشه، ما توی پشت سرمون یه پیچ داریم. این پیچ به کل سر ما، خب به خواب موی ما فرمان میده. اوکی؟ همیشه اگر دقت کنی یه سمت سر مشتری تو خواب موها رو به جلو هست، یه سمت خواب موهاش رو به عقبه. اوکی؟ اون مشتری که جنس موهاش صافه و کلفته و سوزنیه با اون مشتری که جنس موهاش صافه اما نازکه، توی بغل موهاشون توی اندازهای کوتاه مثلا اینقدر کوتاه کنی مثل هم دیگه وای میسه؟ نه. اوکی؟ اون جنس موی صافی که نازکه هر چقدر کوتاه کنی راحت میخوابه، اما اون جنس موی صافی که کلفت و سوزنیه شما از یه حدی بیشتر کوتاه کنی قدرتش زیاد میشه، وای میسه و هرچی میبینی سشوار میکنی نمیخوابه. اوکی؟ این مو رو ببین، من یه چند دونه از این مو رو میگیرم. ببین، فرض کنی یه موی زخامتی داره. ببین مثلا من یه دونه شو، خب یه دونه شو هی کوتاه میکنم، کوتاه میکنم، کوتاه میکنم، کوتاه میکنم، ببین داره سیخ میشه، ولی چند تا مو رو میگیرم تو هم دیگه میپیچم، خب با اولین حرکت کوتاهی ببین سیخ میشه مو. هر چقدر کلفتره، هر چی کلفتره زودتر سیخ میشه و هر چی قد مو بیشتر گرفته میشه بیشتر قدرتش زیادتر میشه که وایسه. پس ضخامت موهای شما با هم دیگه خیلی متفاوته. توی موی خانوما جنس موی نازک و سولید فور میزنن، میکشن پایین، تو حالت صفر درجه میزنن، اونم لخت وای میسه. اوکی؟ شما جنس موی صاف کلفت رو وقتی این کارو میکنی اون مو به اون راحتی تو اون شکل وای نیسته؟ نه نمیسته. هر چقدر مو کلفتر باشه باید بری دنبال مثلا مدلای مصری، اینجوری مدلا، و هر چقدر کلفتر هم میشه یه مقدار اون موجش هر چقدر هم صاف باشه یه مقدار موج تو خودش نشون میده. اوکی؟ و یه برانشینگ لازم داره، ولی اون موی نازک دیگه برانشینگ لازم نداره، خودش وای میسه. توی خانما مهمه، توی آقایون مهمه، توی خانما خیلی مهمه، ولی داخل موی آقایون خیلی خیلی مهمه، چون آقایون موهاشون کوتاه‌تره. حالا توی خانما موی بلندتره،
افتادگی داره، وزن داره، زیاد مشکلی نداره. اوکی؟ جنس مو توی موهای آقایون خیلی مهمه این قضیه. شما وقتی یه جنس موی سوزنی کلوفت میاد میشینه زیر دستت، خواب موش رو باید چک کنی. طبق خواب موش باید اون سمتی که احساس میکنی سیخ میشه، از اون سمت باید شروع کنی کوتاهی رو تا اندازه مناسب دستت بیاد، بدونی که چقدر باید کوتاه کنی که اون مو سیخ نشه. حالا توی مبحث کوتاهی، خواب مو رو هم براتون میگم. اوکی؟ به پایان قسمت هفتم رسیدیم. لطفاً یادتون نره اگر مشترک کانال نشدید حتما اون دکمه قرمز زنگ سابسکرایب رو بزنید، عضو کانال بشید، زنگوله کنارش هم بزنید که به محض اینکه من ویدیوی جدیدی براتون گذاشتم برای شما بالا بیاد و شما با خبر بشید. مرسی که تا اینجا همراه من بودید. تا درودی دیگر، بدرود.